بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، هنرمندان سیرک دولتی تاجیکستان برنامه نو رنگین سیرکی را پیشکش ساکنان پایتخت خواهند کرد. این روزها تمرین هنرمندان برای اجرای این برنامه رنگین که باری اول در کشور گذرانده می شود جریان دارد. این لایحه در دیگر مملکت ها در دیگر دولت ها بسیار دیده می شود. باری اول در تاریخ تاجیکستان ما خواستیم این لایحه پیشنهاد کنیم با در یک جایگی با هنرمندان معروف استرادی تاجیک نگینه امانقل و مدینه اغنظر و ولی جان عزیزوف و جسته میرزا ولی شهرام ابوبکر و گروه های حجویه که در خندین کمان و گروه غریب شاه بختیار رحمی فینا هستند. در آن نقشه داریم که سیرک با هنرمندان تئاتر و کینو، سیرک با هنرمندان ستاره های ساحه ورزش شده گذارد، چون که این لایحه در دیگر مملکت دولت برگزار میگردد که در جنبه همش در یک جایگی این لایحه پیشنهاد میگردد. در برنامه نوبتی سیرکی که بخشیده به روز ارتش ملی برپا کرده می شود، آوازخوانان جوان کشور نیز در ژانرهای سیرکی هنرنمایی می کنند. سرایندگان استرادی تاجیک نیز کوشش می کنند که در برابر هنرمندان سیرکی دولتی ژانرهای صنعتی سیرکی را در این برنامه به خوبی اجرا نمایند. بخشیده به سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با آوازخوانهای معروفی استرادی تاجیک یک لایحه‌ای که معاونی سیرک دولتی تاجیکستان اکرم خوشبخت پیشنهاد نمود، ما این لایحه را خوب قبول نمودیم و مدت 3 ماه می شود که ما تمرین کرده ایستادیم با آوازخوانها و هنرمندانی که بودند تمرین کردند، از سببی که بسیاری آنها به این ژانرهای سیرکی توپ نیاوردند برآمده رفتند. روز 21 فوریه و مردم با تماشابینان با مخلصان خود همین لایحه‌ای که ما با دستگیری وزارت فرهنگ کرده ایستاده ایم لایحه را نصیب باشد و مخلصان نهایت هم معقول می شود. تماشابینان اومده همین برنامه شو برنامه سیرکی را در همین تالار سیرک دولتی تاجیکستان تماشا کنند. مثلا در این لایحه نو آوازخوان جوان مدینه اقنظر و در ژانر داربازی هنر خود را می سنجد. در این کار مدینه اقنظر و را هنرپیشه جوان سیرک دولتی تاجیکستان مستانه صابیرو و تمرین می دهد. باید گفت مستانه صابیرو و از اولین دارباز دختران سیرک تاجیک است. او سال 2002 وقتی در گروه رقصی زیبا فعالیت داشت برای کار به سیرک دولتی دعوت شد. هرچند می دانست که این کار به فرق از رقص خطرناک است، ولی دعوت را پذیرفت و وزنش را هم برای کار سیرک موافق کرد. با وجود آن که مستانه سال 2016 هنگام هنرنمایی در صحنه از بلندی 7 متر به زمین افتاده است، ولی برای اجرا کردن نقش ها حراس ندارد و نمی خواهد از کسب دوست داشتهش دست کشد و از این شیرین ترین لحظه ها یعنی کفکوبی مخلصان و شادی تماشابینان محروم شود. و اینک مستانه این هنر را به سرایندگان استرادی تاجیک می آموزاند. اول بسیار ترسیدم، فکر کردم که نمی شود، بسیار قین است، لیکن با کمک اپلای مستانه جان با فکرم خیر شما چی بود؟ با این حواسش هست مدینه خون این شاگردی که از همه بهترین هم بوده که در هم چی سپورشی که میتیم چی وی نی نگفته اجرا میکند، درد خوی تو قد میکند، همیتا عذاب کشیدم دوباره دوره من از همه نمیر بهترین این مدینه خون میشود. ما راستیگه بسیار خرسند هستم، بسیار شد هستم و که در سیرک تاجیک یک نریگری با پیش آوردند و روستیگه کمتر در هیجان هستم. خیلی خوب است، حرکت میکنیم، اگر که هرچی که میسول از دستی مو بیوه، هرچی که میسول دسترس داریم و پیشنیاد میکنیم، البته حرکت میکنیم که یکم چیز خوب شود. صحنه سیر بسیار دشوار است، چون که من میبینم بسیار زحمت ها زیادتر هستند، قوای جسمانی بسیار در کورای. سیرک دولتی تاجیکستان یک از مؤسسه های فرهنگی و دلخوشی جمهوری تاجیکستان می باشد. سیرک مکانی فراغتی برای پیرو جوان بوده، با آن می توان با اهل خانواده رفت. در این تفریحگاه هر نفر آن چیزی را تماشا می کند که محض برای او آفریده شده است. از بین رفتن سیرک مدت 2000 ساله و روز از روز با وجود آمدن ژانرهای نوی هنری سیرکی دلیل آن است که این هنر پایدار است. امروز سیرک دولتی تاجیکستان در تهیه برنامه ها مشکلی ندارند و امید بر آن دارند که صنعت سیرک تاجیک را به طور شایسته
گذشته در جهان معرفی کنند. باید گفت که امروز توجه مردم به نمایشی سیرکی بیشتر شده است. هنرپیشه‌های سیرکی دولتی تاجیکستان امروز از صبح تا شام با جد و جهد پای آماده کردن نمایشی نو رنگینند و آنها نیز میخواهند در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با برنامه‌های رنگین خود خاطر ساکنان و مهمانان را شاد گردانند.